ارزیابی شما چاست از حمله ای که در غزه صورت گرفته که احتمالاً منجر به کشته شدن یحیی سنوار شده؟ به شما و ملت دلیر ایران، اگر که این خبر واقعیت داشته باشه، معناش این هست که اسرائیل موفق شد که رهبری حماس رو تقریبا به طور کامل از بین ببره. سنوار شخصیت خیلی خیلی مهمی بود در حماس. قبل از اینکه شهنده کشته، از زمانی شهنده کشته شد به عنوان رهبر بلا منازع حماس است. در نتیجه با کشته شدن سنوار انتظار میره که گروه حماس هرچی بیشتر تضعیف بشه و در نتیجه این از نظر روانی هم برای اسرائیلی ها خبر تحول بسیار مهمی است، بخاطر اینکه امروز در شرایطی قرار دارن که توجهشون بیشتر به شمال یعنی به حزب الله در لبنان معطوف شده و همینطور آمادگی که برای جنگ با جمهوری اسلامی میکنن. در نتیجه کشته شدن سنوار یک خبر بسیار مهم و حیاتی می شود گفت برای اسرائیل است در این برهه از زمان. ارزیابی شما چه هست از خود این حمله، در حقیقت ساختمونی که مورد حمله قرار گرفته توسط ارتش اسرائیل و خب تصاویری که تا الان منتشر شده نشون میده که حمله دقیقی بوده؟ خب اسرائیلی ها معمولا در مواردی که اشخاص یا شخصیت های مهمی از این گروه های تروریستی رو میخوان شکار بکنن، به طور بسیار بسیار دقیق و با انواع تجهیزاتی که در اختیار دارن این کار رو انجام میدن، هم از نظر استفاده از ماهواره، هم از هوش مصنوعی و هم از انواع تکنولوژی ها. در این مورد هم چیزی که بسیار مهمه، همونطوری که در گزارش شما شنیدیم، این است که اجباراً این عملیاتی رو که اسرائیلی ها در منطقه رفاه انجام دادن برای دستگیری سنوار نبوده، ولی خب خیلی چیزا اینجوری پیش میاد که اگر حتی به دنبال شخصی نیستن ولی شرایط به شکلی تغییر میکنه که اون شخص رو میتونن بگیرن. چیزی که مهمی اینه که نشان میدهد که سنوار توانسته تا به حال از 7 اکتبر تا به حال خیلی خوب خودش رو پنهان بکنه در این تونل هایی که در زیر غزه ایجاد کردن و به همین خاطره که اسرائیلی ها مشکل داشتن. اشاره هم که شد به پول و تسلیحاتی که زیادی که سنوار در اختیار داشت، خب به طبع این پول ها خیلی تسهیل می بخشید دستیابی سنوار رو به غذا، به افراد و همینطور از زمانی که سنوار دیگه قادر نبود از تلفن این آدم ها بودن که اخباری رو یا دستورات سنوار رو به گروه های مختلف حماسی که هنوز در نوار غزه وجود دارن می بردن. خب این پول نشانه این هست که پول های مردم ایران بخشش پیدا شده و سنوار در گذشته بارها تاکید کرده بود که میلیاردها دلار از جمهوری اسلامی دریافت میکنه و این بخشی از اون پول هاست و خبر خوبی هم میتونه باشه برای اسرائیلی ها در جنگی یا توجه خود رو حالا بیشتر معطوف به از بین بردن حزب الله در لبنان بکنن و در کنار این آمادگی خود برای حمله به جمهوری اسلامی، به خصوص از زمانی که آمریکایی‌ها این پدافند موشکی تاد رو در اختیار اسرائیل قرار دادن.